درود از سمرقند، شهر تاریخی، شهر هنر، شهری که میزبان جشنواره ترانه شرق هستش، شرق ترانه لری. تعداد دیگری از 75 کشوری که در این جشنواره شرکت کردن رو نگاه میکنیم و در این برنامه میریم به دیدار حضرت خضر، کسی که در زمان و مکان میتونه راحت حرکت کنه. اینجور میگن ولی برنامه را آغاز میکنیم با این آهنگ از جشنواره سمرقند. Qırdan bulak kaşana yok Yerden bulak taş aynen taş aynen yok Öksüp öksüp dürgeninden uzun barı Peşaneyden öpeydesin peşaney yok Kızdan dağım kırdan bulak kaşana yok Kökülleysen yerden bulak taş aynen yok Öksüp öksüp dürgeninden Peşanenden öpeydesen peşanen yok Kızgaldağım, sine bağım, avın çağım Kızgaldağım, ey kızgaldağım Sine bağım, avın çağım Kızgaldağım Dertin bilgen ait kimin var Gelip gider bahar senge divafaya Güzel sanki sen geber güller aya Ah bu sen bu ahim dinle rastan ayır Söylenesen gelecek deyip başını gir Ceylanıp gel sokmaklar ya yaşını dökir Kızıl yüzü kan delim gel durar Garipning ham parvonan yo'q qizg'aldog'im senar dog'im havunchog'im qizg'aldog'im ey qizg'aldog'im senar dog'im havunchog'im شهر سمرقند میزبان شرق ترانه لره یا جشنواره و مسابقه موسیقی ترانه شرق. ما به این خاطر اومدیم اینجا در این پایان تابستان که بسیار هم گرم است. من تنها کسی هستم که کت سیاه پوشیده و داره آفتاب روش میخوره متمرکز. آهنگ دیدیم، آهنگ ها رو دیدیم و حالا اینجا رو ببینیم. حضرت خضر، مسجد رنگینش. میگویند خضر کسیه که نه در بند زمانه و نه در مکان. یعنی چی؟ یعنی دورنوردی میکنه، میتونه در زمان یا مکانی ظاهر و غیب بشه یا در رویاها بیاد.
پیش از اینکه به دیدن مسجدش بریم، لبی تر کنیم، شما آهنگ دیگری هم ببینید و بعد مسجد را خواهیم دید. در ضمن اینا همه ریحانه، بوی ریحان میاد درشون. آب گوارایی است. در ضمن بگم اینجا خیلی جالبه، میگن که چطوری لباس بپوشید مردا و خانوم ها حجاب رو بر رعایت کنن در اینجا. ببینیم اونجا واقعا رعایت میکنن یا نه و چقدر این مردم آزاد هستن و مردم آزاد میذارن در حق انتخاب لباسشون حتی در یک جای مقدس. ریحان، به به عطری داره. دوروبر شهرم ریحان کاشتن، بکنم از سبزیهای مورد علاقه رئیس جمهور سابقشون بوده و خیلی ایده قشنگه. به به زنبور و پروانه هم در حال پروازن و تمام این نرده هایی که اینجا میبینید با این بریدگی هایی که داره، اینا سنگ هستش. ما میگیم سنگ شن، فکر میکنم به زبان انگلیسی میگن سندستون. ببینید ولی به نظر میاد چوبه، در که همه این سنگ بی نهایت کار برده، خیلی زیباست. خوش به حال شما چتر. خوب مشرف بشین به حضرت خضر. چقدر زیبا، چقدر رنگین، بسیار زیباست، چقدر باصفا. عکسی است در ورودی اینجا که این مسجد رو در زمان 100 سال پیش نشون میده که فکر میکنم اینقدر تازه و سرزنده بوده در اون زمان و واقعا بهش رسیدم. گنبد و بارگاه و اتاق بازسازی شده یه خضر هستش، یه نامی چند سال پیش بازسازی کردن. زمان حمله مغول ها اینجا خراب شده بوده و بعد حدود 200 سال قبل دوباره اینا رو پول دادن از اول ساختن. یک محرابی داره که میگن اینجا هست که حضرت خضر افسانه‌ای نشسته و دو رکعت نماز خونده و این بنیاد این مسجد بوده نزدیک به 1300 سال پیش. اعتقاد دارن که این جز اولین و
مسجدهای اسلامی در این منطقه بوده، باور مردم. ولی ستاره های محراب خیلی زیباست، انگار همینجا دونه دونه داره از آسمون میاد پایین و می نشینه در کسی که داره اینجا نماز میخونه و دعا میکنه. عکس های قدیمی این مسجد هم اونجا هستش. سمرقند، این مسجد بیبی هستش، اینجاست. جالب، شهر مسلمانه و هیچ‌وقت صدای اذان نمیاد. به همون روشی اذان میگن که بلال حبشی برای اولین بار اذان گفت، صدای انسان در محیط مسجد، نه بلندگوهای کنسرت‌های بزرگ هوی متال در یک شهر در فاصله‌های 100-200 متری از هم. البته تجربه خودم در شهرهای مختلف مسلمان دارم میگم. اینجا مسجد خضر میگن سابقه بیشتر از 1000 سال داره، جای مقدس بوده. بسیار کسانی که می اومدن، کاروانسرای بوده اینجا در صدها سال قبل، می اومدن اینجا حاجتشون برآورده بشه، نیت کنن. خیلی به اینجا اعتقاد داشتن، اونو برآورده کننده نیت هاشون بیشتر از اینکه یک مسجد باشه همچین جایی بوده براشون. الهش هم ارتباطش با حضرت خضر که بهش ربط دادن. حضرت خضر کسی بوده که وابسته به زمان و مکان نبوده. شبیه به این شخصیت رو ما در ایران باستان در افسانه ها داریم. برای نمونه زروان یا زروان نیمه انسان نیمه شیری بوده که حاکم زمان بوده و ابدی و جاودان، نه گذشته داشته نه آینده. حالا بماند، حضرت خسرم یه همچین کسی بوده و در زمانهای مختلف در جاهای مختلف میتونسته ظاهر بشه و خیلی دیدنش. در جاهای مختلف دنیا براش مسجد ساختن، حتی در خود بیت المقدس اورشلیم هم یک آلاچیقی در کنار مسجد الاقصا هست در بالای دیوار ندبه به نام حضرت خضر. میگن یکی از توانایی‌هاش این بوده که در هر جا مینشسته اونجا سبز میشه، واسه همین بهش میگن خضر که به زبان عربی یعنی سبز. و داستان‌های مختلفی داره. حضرت خضر در تصوف بهش اعتقاد دارن، کسی هست که خرقه میده به سرسلسله هاشون. در مسیحیت هم حضرت خضری وجود داره که به زائران آب میداده، از تشنگی در میامدن، و همینطور بخصوص در اسلام که بسیار ازش یاد شده. و اینجا هم مسجدش هست که بد نیست که دری بزنیم با نگهدارنده اینجا صحبتی کنیم داستانش چیه. این مسجد یک خانه کوچکی هم داره که خانه نگهدارنده مسجد است، آقای محمود خان. خوب هستین که اینجا هم داشتن دعا میخونن. حالا شما خوب هستین قربان. ایشون تاریخ اینجا رو خوب میدونن، میتونن برای ما تعریف کنن چه شد که اینجا ساخته شد. اینجا مسجد خضر نام دارد. بله. این جای مقدس، جای بزرگ است. اینجا در میان آسیا یکومی مسجد اسلامی هست. چرا؟ اینجا هشتم عصر از سرش میلادی، قرن هشتم میلادی به بنیاد کردگی. اینجا قتیبه ابن مسلم سرکرده اومدگی اینجا ساخته، از سرداران اسلام بوده که به این منطقه آمد. اینجا ساخته شد، سردار شد. چرا به اینجا میگن مسجد خضر؟ خضر علیه السلام همینجا نمایان شدگی، سفید لباس کرده، ریششان سفید. اینجا مسجد میسازیم، اینجا عبادت میکنیم، گفته جایشان خداشان نشان دادگی. و میگن دو رکعت هم نماز خونده در اینجا. این روایت ها هست که دو رکعت نماز خونده، یکم قشتش خداشان موندگی، دعا دادگی. خشش خود خضر میگید گذشته. خود خضر موندگی. بعد اینجا پای بر جا بوده تا الان، یعنی این همون ساختمان است. این دوره مغل ها چنگیز خان سمرقند را زیر کرده میگیرد. همون وقت بایم یک قسمش ویران شدگی. بعد این امور تیمور با از دیگر ساخته شده، ساخته بنیاد کرده، تعمیر کرده موندگی. آینه تعمیر. ولی اینها دوباره شما اینجا دولت نقاشی کرده، درسته؟ البته. این 7 سال، من پار سال
پرزیدنت اسلام کریمف مقبره‌شون ساختن، همون بایم این تا کامل تر شد، تعمیر شد. آها، تعمیر کامل شد. خیلی جالب. بعد از اینجا میان به عنوان مسجد نماز میخونن میرن، درسته؟ و البته ایام جهانگرده از همه سوی دنیا به سمرقند میان و به این مسجد و حتی مسجدهای دیگه میرن، ولی چون در این کشور مسجدها یک مکان تاریخی شناخته شدن، خانوم ها که اونجا میرن بعضی وقتا بدون روسری میرن و جلوشون رو نمیگیرن، بهشون احترام میذارن که بتونن اونجوری که دوست دارن وارد بشن و باعث اینکه روسری هم اینجا هستش. البته من حجابم رومال حجاب هستش اگه بخوان، همیش تیار کرده ماندگی آمدگی زیارتجا حجاب میکند، خودشون احتیاط کرده در آمده زیارت کرده دعا کرده مرون. بله، البته بعضیا بدون حجاب رفتن و ایشون هیچ نجلوش نگفتن نه بهشون تغییر کردن. این درس خیلی زیبایی بود برای من دیدن چنین صحنه. خیلی متشکرم از شما. شما بفرمایید خانه شما. خیلی متشکرم. جناب آقای محمود خان. یه نگاهی بکنیم به داخل با سپاس از ایشون که نگهدارنده اینجا هستن. مسجدی است. اینجا دو تا اتاق داره. چپ و راست. این اتاقا برای چله نشینی هستش. حتی خانوم ها و آقایان میرن اونجا نیت میکنن، نظم میکنن، حتی یه نوشته میزنن من دیدم که برآورده بشه. قدیم اینجا چله نشینی میکنن، ریاضت میکشیدن. جا داره در اینجا هم، چون حرف حضرت خضر شد، برگردیم به تاریخ خودمون، به ایران بزرگ، به دوره ساسانی. در اون زمان هم شخصیتی بوده مقدس به نام خشایار که شباهت بسیاری به خصوصیات حضرت خضر داره، باعث سرسبزی می شده و به عالم غیب دسترسی داشته. و ما در یزد پیر سبز هست. سبز همون معنی خضر میده و پیرم یعنی بزرگ، و پیر سبز رو اعتقاد دارن که زیارتگاه آناهیتا هستش. آناهیتا الهه آبها و خرمی در زمین هستش و مادر مهر، مهر خورشید. با توجه به ویژگی های آناهیتا و خضر، باستانشناسا احتمال میدن که باورهای مربوط به خضر ادامه باورهای باستانی مردم نسبت به آناهیتا بوده. و چه نیکوست که در این شهر سبز، در این مسجد سبز، به یاد پیر سبز خودمون و حضرت خضر به یکی از این دهلیزها برم، به چله شخصی بشینم برای چند دقیقه ای، و شما هم به آهنگ ها گوش کنید و نگاه کنید، آهنگ هایی که در جشنواره فرهنگ این شهر برگزار میشه. مغولی تو گلوی خوندن. این گروهی هستن از مغولستان اومدن برای اجرا. گروه
فوق‌العاده‌ای هستن. اولا سر اسبی که روی ساز کمانچه‌شون می‌بینین نشونه نوع زندگی مغول‌ها بوده که اسبی که از اصلی‌ترین همنشینان یا حیواناتی بوده که در زندگیشون داشتن و اصلا با اسب‌ها بود که تونستن دنیا رو بگیرن، اسب‌های تیزرویی که دارن. سازهای چینی هستن زیر دستشون ولی روشی که اجرا میکنن یه کاملا اون روش ایلیاتی و روش خودشون هست که مال سرزمین فراخ و مرغزارشون. چون صدا رو شنید هستم اسم حتن از مغولستان. همه گروه خانوم هستن، حتن هم یعنی بانوان نجیبزاده و تنها گروه زنی هستن که از اون خطه میان، قسمتی از دنیا که دنیا رو تسخیر کرد از چین تا اون سر دنیا که ما بودیم و الان به اینجا اومدن در سمرقند که در این مراسم شرکتن در رقابت شهرتانلری و این خانوم هم که داشتن میکنن کاملا به روش مغولی یا سیبری هست، در اون حاشیه از توی گلو مثل نی استفاده میکنن، ازش صدای ممتد میتونن در بیارن. ساز ملیش میشن این نو کمانچه هست که کمی هم تغییر دادن، اون ساز کمانچه چینی هست و این هم قانون چینی هستش و این هم ساز دوهله که همه ما میشناسیم. Can you tell us the name of the instrument, your own national instrument? بله بله name Marunghor. Which is a national instrument. National. This is from From Mongolia. This is from the backbone. Here. Yes. This is the backbone. In sutun mohra. Which animal? Bear. Yes. Barras. This is what you use this with instrument. فرصت فوق‌العاده‌ای که در یک مکان ما آهنگ ها و هنرمندانی رو ببینیم که در دنیاهای خودشون منزوی بودن، در دنیای خودشون ما هیچ وقت بهشون دسترسی نخواهیم داشت و در سه روز ما به این اندازه گروه ببینیم، گروه های اصل از کشوراشون بیان اینجا اجرا کنن، واقعا خیلی خوش شانس هستیم و شما هم شریک میکنیم در این شانسمون، در این فرصتمون. Hey!
Mongol Khatan.